سلام، به کانال نیایش خوش اومدین. امروز میخوایم ذکری رو بهتون معرفی کنیم که دوای 99 درد است. ممنون که امروز هم نیایش رو انتخاب کردین. امیدوارم برنامه های ما براتون مفید بوده باشه و از اینکه ما رو با لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون حمایت میکنین بی نهایت ممنونیم. اگه از برنامه همون خوشتون اومد، اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید در جریان برنامه هامون قرار بگیرید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند جمله لا حول ولا قوت الا بالله 99 درد را شفا می دهد که ساده ترین آنها اندوه است. از مولای متقیان امام علی علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند بیمار شدم و پیامبر خدا به عیادتم آمد و فرمود بگو خداوندا از تو میخواهم عافیتی را که میدهی پیش اندازی، بر امتحان خیش بردباریم بخشی و مرا به سوی رحمت خیش ببری. من این دعا را خواندم و پس از آن دعا از بستر بیماری برخواستم، گویا که از بندی رها شده باشم. همچنین امام علی علیه السلام فرمودند پیامبر خدا بر مردی از انصار که بیمار شده بود وارد شد تا او را عیادت کند. آن مرد گفت ای پیامبر خدا، برای من به درگاه خداوند دعا کن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بگو از خداوند بزرگ پروردگار عرش بزرگ مسئلت می کنم و از خداوند سلامتی می خواهم. مرد این دعا را 3 بار خواند و در پی آن از بستر بیماری برخاست، چنان که از بند رسته باشد. در موضوع ذکر برای درمان درد، امام صادق علیه السلام به هنگام بیماری این دعا را می خواندند. خداوندا، تو خود کسانی را سرزنش کردی و فرمودی بگو کسانی را که به جای خداوند به خدایی می پنداشته اید فرا خوانید تا ببینید که نمی توانند سختی از شما بگشایند و نه شما را به حالتی دیگر درآورند. پس آنکه هیچ کس جز او نتواند سختی از من بگشاید و مرا به حالتی دیگر ببرد، بر محمد و خاندانش درود فرست و سختی را از من بگشای و آن را به سوی کسانی ببر که در کنار تو که خدایی جز تو نیست خدایی دیگر را می‌خوانند. دعای منسوب به امام صادق علیه السلام. در موضوع ذکری برای درمان درد، از جمله دعاهای سریع الاجابه برای شفای مریض، دعای منسوب به امام صادق علیه السلام است. از زبان یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشان به امام گفتند دردی دارم و امام فرمودند بگو بسم الله و اعوذ به عزت الله و اعوذ به قدرت الله و اعوذ به رحمت الله و اعوذ به جلال الله و اعوذ به عظمت الله و اعوذ به جمع الله و اعوذ به رسول الله و اعوذ بسم الله و من شر ما احذر و من شر ما اخاف علا نفسی. پناه میبرم به عزت خدا، پناه میبرم به قدرت خدا، پناه میبرم به رحمت خدا، پناه میبرم به جلال خدا، پناه میبرم به عظمت خدا، پناه میبرم به جمع خدا، پناه میبرم به رسول خدا،
و پناه میبرم به اسمهای خدا، از شر هرچه از آن حذر دارم و از شر هرچه که از آن بر خود بیمناکم. بر قسمتی که درد دارد دستی بکشد و این دعا را بخواند. این دعا را 7 مرتبه بخواند. امام صادق علیه السلام فرمودند هرگاه از قدرتمند یا چیز دیگری ناراحت و اندوهناک شدید، ذکر لا حول ولا قوت الا بالله را زیاد تکرار کنید، زیرا این ذکر کلید گشایش هر گونه گرفتاری و ناراحتی است و گنجی است از گنجهای بهشت. و همچنین فرمودند هرگاه غم و اندوه فراوان و پی در پی به شما روی آورد، باید جمله لا حول ولا قوت الا بالله را تکرار کنید. همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ذکر لا حول ولا قوت الا بالله 99 درد را شفا می دهد که ساده ترین آنها اندوه است. و نیز فرمودند در شب معراج ابراهیم خلیل بر من گذر کرد و گفت به امتت امر کن در بهشت بسیار درخت نمایید که زمینش و خاکش پاک است. گفتم نشاء بهشت چیست؟ پاسخ داد لا حول ولا قوت الا بالله. امام صادق علیه السلام فرمودند آن کس که 1000 بار بگوید لا حول ولا قوت الا بالله، خدای متعال زیارت کعبه را روزیش خواهد نمود و اگر مرگش نزدیک باشد خدا آن را به تأخیر خواهد انداخت تا حج را روزیش سازد. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که بگوید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، خدای عزوجل به خاطر آن 79 بلا را از او دور می کند که کمترین آنها خفه شدن است.